در همین ارتباط مانیا اکبری فیلمساز از لندن همراه ما هستند. خانم اکبری، ابتدا درباره جزئیات همین بیانیه و درخواستی که در اون مطرح شده به ما بیشتر بگید و علت صدورش. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیزتون. کانون هنرمندان فیلم و تئاتر برونمرز تصمیم گرفت که یک در بیانیه دوم خودش خیلی قاطع و شفاف مشخص بکنه که در اصل نه به جشنواره فجر چقدر پر اهمیت در شرایط فعلی، در اصل به نوعی در شرایطی که حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کودک کشی میکنه، بیشمار بلوچ کرد کشته، ترانه علی دوستی همچنان در زندانه و حکم اعدام حسین محمدی همچنان پابرجاست، در یک همچین شرایطی گفتن یعنی ورود به جشنواره فجر و بله به جشنواره فجر در اصل به نوعی همراهی با نظام جمهوری اسلامیه و به یک نوعی ما باید آگاه باشیم در طول تاریخ همواره سیستم های دیکتاتورشیپی مثل جمهوری اسلامی استفاده های ابزاری از هنر و هنرمند و جامعه هنری کردن و در از استفاده ایدئولوژیک و بهره برداری ایدئولوژیک کردن و با نگفتن ابزار سرکوب مجدد مردم نشن و حکومت قاطع میخواد مشروعیت سازی کنه و عادی سازی کنه و نرمال سازی کنه شرایط بسیار اسفناک و دردناکی که برای جامعه ایران و مردم ایران به وجود آورده. در از جامعه جهانی باید در کنار زن زندگی آزادی بیسته و با نه به جشنواره فجر هم راهی نکنه با نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی. و از طرفی ما شاهد بازداشت و انواع و اقسام فشارهای امنیتی علیه هنرمندان هستیم که حالا همشون هم محدود به هنرمندان عرصه سینما نیست، اما چقدر حمایت هنرمندان از هم و تحریم فعالیت‌های هنری میتونه مؤثر باشه روی حمایت از هنرمندانی که در بازداشت هستن یا تحت فشارهای شدید امنیتی قرار دارن؟ ببین، نکته بسیار مهمیه. در اصل به یک نوعی وظیفه و رسالت هنرمند چی هست در طول تاریخ؟ بودن با مردم، کنار مردم، رویکرد با انسانی و داشتن کرامت انسانی در طول تاریخ بوده. وظیفه هنر و هنرمند اینه که از فرد بودن و منافع شخصی عبور کنه و به منافع جمعی و مردمی بیاندیشه، به خصوص در یک همچین شرایط بحرانی. ما باید تبدیل به یک خانواده بشیم و از عزیزانمون در زندان و از مردم ایران قاطع و شفاف با موضع‌گیری‌های مشخص و پروازه حمایت گسترده‌ای بکنیم. قطعا در کنار هم دیگه ایستادن و نه به جمهوری اسلامی و نه به فستیوال فجر و نه به کلیه برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی که تلاش داره شرایط رو عادی سازی کنه همراهی میکنه با کلیه عزیزانمون در زندان و باید همراه اونها بشیم، چه از لحاظ احساسی، چه از لحاظ عملکردی و چه از لحاظ روانی، به اونها این نیرو و امید و به نسل جدید این امید رو ببخشیم که در کنار اونها ایستادیم و همه در به عنوان یک خانواده در کنار زن زندگی آزادی خواهیم بود و یک نه قاطع به نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی میگیم. قطعا تاثیرگذاره، قطعا، و ما بعد در اصل این رو کاملا عملی کنیم و همینطور برای فستیوال ها در غرب و در بیرون از ایران و برای مردم بیرون از ایران ما اینو شفاف کردیم در بیانیه‌ای که صادر کردیم. به نوعی چنانچه در کنار مردم ایران نیستن، در اصل باید به اذهان عمومی پاسخگو باشن و اجازه ندن که ابزار سرکوب مجدد جامعه ایران و مردم ایران بشن. و اگر کوتاه به ما بگید چقدر در این مدت به نظر شما ابزار هنر مؤثر بوده در رسوندن صدای معترضان ایران به جامعه؟ بسیار پر اهمیته و این یک وظیفه هنر و هنرمند در طول تاریخ چنین بوده. در اصل وظیفه در اصل به یک نوعی هیچ هنر و هنرمندی نیست که انسانی سیاسی نباشه. یکی از لایه‌های اصلی هنر سیاسی بودن به مفهوم در اصل. ممکنه یک اتفاق سیاسی هنر نباشه، اما قطعا هنر سیاسیه و باید عملکردهای سیاسی داشته باشه و باید موضع‌گیری کنه و تاثیرگذار بوده. یکی از وظایف هنر و هنرمند این بوده که صدای مردم رو جهانی تر کنه، واقعیت‌های و رخدادهایی که حاکم در بستر جامعه رو جهانی تر کنه و گسترده تر کنه.